بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. امیدوارم صحتمند باشین و روزای خوب و خوش در ماه مبارک رمضان، در این ماه مقدس، در عبادت الله تعالی سپری کرده باشین. این درس ششم مقارنة الادیان است در سلسله دروسی که قبلا خدمت شما ارائه شده. این درس ششم شروع میشد. در درس‌های قبلی و بالاخره در درس پنجم ما شما خواندیم که نظرات بایبل را در مورد یا نظریات یهودیت در مورد ابراهیم علیه السلام و خانمش ساره که ادعا داشتن که پادشاه ظالم او را از پیشش گرفت و به خود نکاح کرد و اقوال متضاد و متناقض بایبل هم خواندیم که یک دفعه گفت که او پادشاه ظالم فرعون نام داشت و دیگر جای ذکر کرده که ابی ملک نام داشت و به ترتیب. حال یک در مورد یک روایت که علمای جرح و تعدیل در مورد او روایت تحقیق کردن، مورا نقل کرده ایم و در مورد ابراهیم علیه السلام او را خدمت شما میگم و او روایت این است. برخی از روایات چنان است که قصه ابراهیم علیه السلام در آن آمده است. آنها هم با سخنان بایبل تفاوت بسیار عمیقی دارد. البته این روایت هم در یعنی با سخنان بایبل تفاوت دارد، ولی بالاخره در مورد خود این روایت هم علما نظر داده که این روایت ضعیف است و ممکن است از اسرائیلیات گرفته شده باشد. علاوه این روایات هم از لحاظ الفاظ و هم از لحاظ محتوا با قرآن در تعارض است. این روایت وقتی که حال میخوانیم میبینیم که با قرآن تعارض دارد و وقتی که یک روایتی که او را میبینیم که با قرآن تعارض داشت و روایت با کمال احترام یک جا گذاشته و با قرآن عمل میکنیم نه بر او روایت. احتمالا این روایات از منابع اسرائیلی گرفته شده است و یا این که در زمان روایت کردن راوی سخن بایبل را نقل میکرده ولی شنونده فکر کرده که این سخن است که شخص راوی روایت کرده است. این دو احتمال موجود است در مورد این روایت، یا ای که از منابع اسرائیلی گرفته شده مستقیما و یا ای که در زمان روایت کردن راوی بر شنونده خود، بر مخاطب خود سخن بایبل را نقل میکرده، سخن اهل کتاب را نقل کرده ولی شنونده و مخاطب ایتو فکر کرده که سخن خود راوی است، بنان او بازمون تو یکی بعد دیگری او را نقل کرده و تا این وقت رسیده. خب حالا روایت هم میبینیم که او روایت چه قسم روایت است. روایت چنین است: عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن: لم یکذب ابراهیم النبی صلی الله علیه و سلم قط. دروغ نگفته هرگز ابراهیم علیه السلام. الا ثلاث کذبات، مگر سه دروغ. سنتین فی ذات الله، که دو تایش در مورد ذات الله تعالی است، یعنی دو دروغش و او دو دروغ که در مورد ذات الله تعالی است. قوله، ای قول ابراهیم علیه السلام، اینی سقیم، که گفت ما مریض استم و به میله نمی روم، که قرآن او را از زبان ابراهیم علیه السلام حکایت کرده است.
وقوله ودیگه قول ابراهیم علیه السلام بل فعله کبیرهم هادا، بلکه کرده است یعنی این بت‌ها را شکستانده و از بین برده، اما بت کلانشان چرا وقتی به میلان نرفت بت‌ها را همه گیر شکستان و تبر را در اون گردن بت کلان آویزان کرد و وقتی که اونا پس آمدن و از ابراهیم علیه السلام پرسان کردن که بت‌ها را کی از بین برده و شکستانده است و تکت تکه و پارچه پارچه کرده است، گفت که همی کلان این بوتا این کار کرده، فسالوه من کانو ینتقون، و از امو بپرسین اگر اونها گپ بزنن. و واحدتون فی شعن ساره، و یک دروغ در مورد حالت و کیفیت ساره خانمش است. این سه دروغ در این روایت ایتو آمده، البته روایت ادامه داره. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است، ما ترجمه شم نوشته کردیم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ابراهیم به جز سه دروغ دیگر هیچ دروغ نگفته است. دوی آن در مورد ذات الله تعالی بود، که یکی آن این بوده که گفت من مریض هستم، و دیگر آن این بود که گفت این کار آن بت بزرگ بود، یعنی می کار شکستاندن بتا کار من نه بلکه کار بت بزرگ بود. و سیومی در مورد ساره است، و سیومیش در مورد ساره است یعنی دروغ سیومیش، که گفت این خواهر من است، که به پادشاه گفت که این خواهر من است. اما به اساس آیات قرآنی حال علمای جرح و تعدیل ایرا در این نقد میکنه و ایرا مرجوح قرار میدن این روایت و به این دلائل و دلائل خود ذکر میکنن. اما به اساس آیات قرآنی پنج سخن ابراهیم علیه السلام چونین است که ابراهیم علیه السلام برای استدلال آن را گفته و بعدا رد نموده است. اما وقتی قرآن کریم را تلاوت میکنیم و قصه ابراهیم علیه السلام را در سوره الانعام میخوانیم، طوری میابیم که این سه سخن نبوده بلکه پنج سخن بوده و یه هر پنجش دروغ نه بلکه برای استدلال گفته شده و برای رد کردن، که در اون مورد استدلال کرده و بالاخره باز رد کردنش. خب او پنج سخن چی است؟ یک، الله تعالی می فرماید فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. سوره الانعام آیه 76. فلما جن علیه اللیل، یعنی زمانی که شب بر او تاریک شد، رأى کوكبا، دید ستارگان را، قال گفت هذا ربی، این پروردگار من است. فلما افل، زمانی که ستاره ها افول کرد و غایب شد و محو شد و نامعلوم شد، یعنی طبیعی است که به طلوع صبح دیگه قراقرا ستاره دیده نمیشه، دید خود از دست میده، قال گفت لا احب الافلین، ما محو شوندگان و غایب شوندگان را دوست ندارم. این یکی بود، این یک سخن ابراهیم علیه السلام است که در قرآن کریم ما شما این را میابیم و تلاوت میکنیم. دو، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما زمانك رأى القمر ديد ماهرا بازغا در حال طلوع، که طلوع کرد، قال گفت ابراهیم علیه السلام هذا ربی، پروردگارم است. فلما افل، پس زمانی که افول کرد
و غروب کرد. قال گفت لئلم یهدینی ربی، اگر مرا هدایت نکند پروردگارم، لأکونن من القوم الضالین، هر آینه ما از جمله گمراهان خواهم بود. ای دو قول ابراهیم علیه السلام که هذا ربی هذا ربی گفت. سه، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء يا قوم إني بريء مما تشركون. زبانه که آفتاب ردی در حال طلوع گفت که ای پروردگار من است و ای کلانتر است، لیکن بر استدلال، یعنی بر استدلال گفت. فلما افلت، وقتی که افول کرد و آفتابم غروب کرد، قال گفت یا قوم، ای قوم من، اینی بری اون، حقیقتا من بیزار هستم، مما تشرکون، از آنچه که شما شریک مقرر میکنید. این ترجمه است، یعنی زبانی که آفتاب را در حال طلوع دید گفت که این پروردگار من است، این بزرگتر است. زبانی که غروب کرد گفت ای قوم من، بیزارم از آن معبودات بمبودانی که شما آنها را شریک خداوند میگیرید. یعنی اول استدلال کرد و بعدا رد کردش و این هرگز دروغ نمیستانه شده. چار، سخن چارم ابراهیم علیه السلام در مورد بوتاست که میخواست به خاطر این که بوتها را بشکند در شهر بماند و به می خاطر وقتی اونا از ابراهیم علیه السلام دعوت کردن که بین که بریم در میله، او گفت این نی سقیم، من مریض هستم. به همین خاطر به مردم گفتن این نی سقیم، من مریض هستم و به میله نمیروم. این دیگر قول ابراهیم علیه السلام که در قرآن کریم ذکرش آمده است. البته بعدن هم خود خوانیم این سقیم هم دروغ نیست، به خاطر که هیچ دلیل وجود ندارد که اول خود این به حساب عبارات که میبینیم، یعنی این سقیم اینطور عبارت نیست که او دلیل شود که گویا ابراهیم علیه السلام مریض نبوده، حتما مریض بوده که گفته این سقیم با میله نمیره. وقتی که پنج، وقتی که بودها را شکست و تبر را، این تب را نوشته شده، خود تبر را ایر اصلاح کنید، غلطی تایپیست، و تبر را در گردن بود بزرگ آویزان کرد، مردم از او پرسیدن که این کار را چه کسی کرده؟ قالو من فعل هادا، این کار را کی کرده؟ یا ابراهیم، ای ابراهیم. قال بل فعله کبیرهم هذا، گفت که بلکه کرده است ای عمل شکستاندن بتای دیگر، امو بت کلانی کار کرده، من نه، بلکه آن بت بزرگ این کار را انجام داده است. ولی در ادامه با آنها گفت، ببینید که همه را به خاطر استدلال گفته و به خاطر رد کردن نظریات مشرکین گفته است. در ادامه با آنها گفت که افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله. در ادامه با آنها گفت آیا عبادت این چنین معبودی را میکنید که نه به شما فایده رسانده میتواند و نه ضرر را دفع کرده میتواند، نه نفع به شما رسان نمیتواند و نه از شما ضرر، نه از خود و نه از شما ضرر را دفع کرده میتواند. اگر ضرر را دفع کرده میتواند دیگه خو از شکستاندن نجات، خود را نجات میدادن، در حالی که همگیش پارچه پارچه شده و بروی زمین افتیده. در حقیقت این پنج سخن فوق دروغ نیست، در حقیقت حقیقت امر این است که همین پنج سخن فوق که سیش در مورد ذات الله تعالی، یعنی هادا ربی هادا ربی هادا ربی، و دوتای دیگرش که یکیش این نیستقیم و دیگرش هم بلفعله کبیرهم هادا، یکی از یا هم دروغ نیست.
اطلاق دروغ به آن شده نمیتواند، نمیشد بگویم که دروغ است، مگر در صورتی که به اساس آن روایت به آنها اطلاق دروغ شود. مگر در او صورتی دروغ میگم که به او روایت عمل کنیم، و چون در او روایت آمده که دروغ نگفته ابراهیم علیه السلام، مگر سه دروغ. و همچنان اگر در اینجا به حسابی رو دروغ هم بگیم، آنها سه دروغ یا سه کذبات نه بلکه پنج است، بلکه پنج است. و در مورد الله تعالی دو نه بلکه سه است، که اونجا گفتیم که دو تایش در مورد ذات الله تعالی است، در حالی که در مورد الله تعالی دو نه بلکه سه است. در مورد این سخن که ابراهیم علیه السلام همسر خود را با عنوان خواهر خود معرفی و منصوب کرد، در این مورد که در روایت آمده که اینجا هم دروغ گفت و همسر خود را به صفت با عنوان خواهر خود معرفی کرد و منصوب کرد، این موضوع را در قرآن هیچ اشاره نشده، نه در دلالت النحس، نه در اشارت النحس، نه در اقتضای النحس، و نه در صریح النحس، هیچ اشاره نشده در قرآن کریم، و این موضوع را پیدا کرده هم نمیتوانیم در قرآن. و با گفتن این سخن با کلام خداوند مخالفت می شود. و اگر این سخن ما بگیم که ابراهیم علیه السلام خواهر خود را، همسر خود را با عنوان خواهر معرفی کرد، اینجاست که با کلام الله تعالی مخالفت می شود. نظر علما البته، نظر علمای جرح و تعدیل، به خاطر این که قرآن آن پنج سخن را ذکر می کند، قرآن کریم پنج سخن ابراهیم علیه السلام را ذکر می کند، و این روایت آن را حذف نموده، و این روایت پنج حذف نموده گفته سه است، و بجای آن سخن را می آورد که قرآن نگفته است، و بجای از این پنج گفته که در قرآن کریم ذکر است، بجای از او ایتو یک موضوع را ذکر می شد در این روایت که آمده که در قرآن او نامده و قرآن او را نگفته است. در قرآن در این سه دروغ نام الله برده شده است. در قرآن کریم امی به حساب سه دروغ در اونجا نام الله گفته شده است، و این گفتن نام الله به این معناست که این به دروغ مشابه است و در حقیقت دروغ نیست، مشابهت به دروغ دارد بلکه در حقیقت استدلال است. و سه بار گفته است ابراهیم علیه السلام، چه گفته است؟ هذا ربی، هذا ربی، هذا ربی، یعنی در آیاتی که قبلا خواندیم، فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، و بعدا باز فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، و بعدا وقتی آفتاب دید فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، یعنی هذا ربی، هذا ربی، هذا ربی، سه مرتبه ذکر کرده است قرآن کریم از قول ابراهیم علیه السلام. این چرا دوبار شمرده شود در حال در این روایتی که آمده که در مورد ذات الله تعالی دوبار گفته است؟ اگر از روی تکلف، علمای ترباز دیگه استدلال میکنن، اگر از روی تکلف این سه را یکی بدانیم، امی هذا ربی، هذا ربی، هذا ربی، امی هر سه را یکی بدانیم، دومش کدام است؟ یعنی دوم از این کدام است که این سه را یکی بدانیم که گفته دویش در مورد ذات الله تعالی است، خوی دومش کدام است؟ اینی سقیم است یا بل فعله کبیرهم هذا، اینی سقیم را بگیریم یا بل فعله کبیرهم، در حالی که هر دو در مورد ذات الله تعالی نه، بلکه یکی در مورد خود ابراهیم علیه السلام در مورد خود گفته که اینی سقیم، یعنی وقتی که به میله نرفته، ای خود در مورد خودش است، در مورد ذات الله تعالی نیست، و دیگرش در مورد بت است، در مورد بت است که بل فعله کبیرهم، بلکه این کار کرده همی کلانتر، یعنی در مورد بت کلانتری گپ زده، این هر دو در مورد ذات الله تعالی نیست. علما میگد که این هر دو در مورد ذات الله تعالی نیست، همی اینی سقیم و بل فعله کبیر و مهازا، که در روایت آمده که این دو در مورد ذات الله تعالی است، یکی آن
در مورد بت است، یکیش در مورد بت است که بلفعله کبیرهم هذا، و دیگرش یا دیگری در مورد خود ابراهیم علیه السلام که گفت اینی سقیم، در مورد خودش گفته که من مشکل دارم و این سقیم نیب کسی ثابت، یعنی ثابت نمیشد که حتما ابراهیم علیه السلام سالم بوده و تکلیف نداشته، حتما ایره کسی رد کرده نمیتاند که مریض نبوده. در روایت گفته شده لم یکذب ابراهیم النبی علیه السلام قط الا ثلاث کذبات، در روایت که قبلا خواندیم طوری است که ابراهیم علیه السلام دروغ نگفته مگر هرگز، قط هرگز الا ثلاث کذبات مگر سه دروغ، سنتین فی ذات الله، دویش در مورد ذات الله تعالی است و هر دو را در مورد ذات الله می شمارد، یکی این نیسقیم بل فعله کبیر هم هذا، این نیسقیم هم در مورد ذات الله تعالی روایت می شمارد، در حالی که این نیسقیم در مورد خود ابراهیم علیه السلام خدا گفته من سقیم هستم، من مریض هستم، و دیگرش هم در مورد بت کلان بوده که تبر در گردن زاوزان کرده بوده، حالان که این دو فی ذات الله نیست، همین هر دو که این نیسقیم و بل فعله کبیرهم در مورد ذات الله تعالی نیست، در مورد ذات الله تعالی فقط کلمات هذا ربی هذا ربی هذا ربی که قبلا تلاوت شد سه بار گفته شده است، او در مورد ذات الله تعالی است که اون به خاطر استدلال گفته شده و بعد رد شده که ما این رقم این چیزی که شما او را پرستش میکنید که یا ستاره باشد و یا آفتاب باشد و یا ما باشد، این همگی افول میکنه و انتقال میکنه و من چیزی که انتقال کنه از یک جا به جای دیگر او غایب شود، طلوع کنه، غروب کنه، او خدا شده نمیتونه، خداوند ما ثابت و واحد و یکتاست. و همچنان در مورد حادثه ساره هیچ نکته ای را در این روایت نمیابیم، در مورد حادثه ساره هم هیچ کدام نکته را در این روایت پیدا کرده نمیتونیم، در قرآن کریم ذکرش نامده. مسلمانان حدیث را به دیده شرح و تفسیر قرآن کریم میبینند، البته مسلمان ها به یه باور است و به یه عقیده است که احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم و گفتار و کردار و تقریرات رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقیقت شرح و تفسیر قرآن کریم است، چون قرآن کریم به او نازل شده و او قرآن کریم را به مردم رسانیده و در مورد قرآن کریم اگر چیز گفته آیتی را کلمات از او را شرح کرده، مفاهیم او را به مردم بیان کرده است و طبیعی است که شرح و تفسیر هرگز با متن اصلی تعارض ندارد و این واضح است که شرح و تفسیر با متن اصلی در سایر کتاب هم در سایر کتبی که شرح میشد با متن اصلی تعارض نمی داشته باشد، چه رسد به اینکه با قرآن کریم و امام از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. هر آن روایتی که با قرآن کریم در تعارض باشد در نزد مسلمانان هیچ اعتبار ندارد. علما به این نظر است که هر روایتی که با قرآن در تعارض باشد مسلمان ها به او روایت عمل نمی کنه و او رو معتبر نمی شمارد. مؤلف می گوید، یعنی کتابی که من از ترجمه کرده ام و گلچین کرده ام، او این خوشم آمده این گپشانم که قبل از تحقیق روی بایبل هر زمان که این روایت را می دیدم بسیار گریه می کردم، بسیار گریه کرده و می گفتم امی روایتی که یعنی ساره را او پادشاه ظالم به نکاح کرد، این روایتی که می دیدم بسیار گریه می کردم و می گفتم که یا الله تو برای ابراهیم خلیل خود را به این چنین
تو ابراهیم خلیل خود را به این چنین واقع نیز ابتلا و آزمایش کرده ای. یعنی خیلی متاثر بودم که چطور ابراهیم علیه السلام اموت شخصیت و الله تعالی او را به ای هم امتحان کرده است. اما بعد از مطالعه بایبل زمانی که در این روایت در روشنایی قرآن دقت کردم، اما بعد از اینکه بایبل یا همین کتاب یهودیت و نصرانیت دقیقا مطالعه کردم و تحقیق کردم، برایم آشکار شد، به من میگه بالکل معلوم شد، ای واضح شد که این روایت با قرآن تعارض دارد، که این روایت با قرآن در تعارض است و این سخن بایبل جز یک تهمت دروغین بیش نیست و این سخن بایبل جز یک تهمت و او تهمت هم تهمت دروغ بیش نیست، یعنی تهمت دروغ است و ارزش ندارد. بایبل در اخیر این قصه می نویسد. چه می نویسد؟ در این زمان ابراهیم به دربار خداوند دعا کرد. در این زمان دیگه ابراهیم علیه السلام به دربار خداوند دعا کرد و خداوند زنان و کنیزان پادشاه را شفا داد. و همو کنیزا و زنان پادشاه که به اثر شقاوت و به ظلم پادشاه و چیز شده بودند، نازا شده بودند و عقیم شده بودند به اصطلاح بایبل البته، باز ابراهیم علیه السلام پادشاه که برش اول روان کرد که به او دعا کند، دعا کرد و کنیزا و زنایش جور شد و شفا یافتند تا اینکه آنها بتوانند صاحب اولاد شوند، یعنی از عقیمیت و از نازا بودن خود جور شدند. و خداوند به این خاطر آنها را عقیم کرده بود که ابی ملک همسر ابراهیم علیه السلام را به خود نکاح کند و از این خاطر میگه خداوند اونا را همیتو عقیم ساخته بود به اصطلاح بایبل البته، که ابی ملک بایبل ادعا میکند که او همسر ابراهیم به خود نکاح کرده بود، دیگه الله تعالی با زنان و کنیزان از او را عقیم ساخته بود، یعنی به جرم ابی ملک زنان و کنیزان از او را جزا داده بود البته از نظر بایبل. خب در این مورد یک تبصره را نقل کردیم و وی است که از پیروان بایبل میپرسیم معنای این سخن این است که ساره چنان وقت زیاد به نکاح ابی ملک بوده که به همسران او معلوم شده که همه آنها نازا شدند. معنای این سخن بایبل ایست که یعنی ساره قدر وقت به نکاح بایبل بوده که همسرای ابی ملک و کنیزایش همگی عقیم شده و نازا شدند، در حالی که عقیم شدن یک زن هیچ وقت در یک شب نه به مرد و نه به همسرش معلوم می شود. طبیعی دیگه که در یک شب عقیم شدن یک زن نه به مرد معلوم می شود، نه به دکتر معلوم می شود و نه به همسرش معلوم می شود. این یک موضوع. موضوع دیگه ای که گناه همسران پادشاه چی بود که به جرم همسر خود مجازات شوند؟ همسرش یعنی ابی ملک این جنایت انجام بده، باز دیگه گناه از او همسرا و زنانش چی بوده و کنیزانش چی بوده که خداوند اونا را مجازات کنه؟ آیا این با عقل انسان برابری میکند که همسران پادشاه در مدت چند ساعت نازا شود و بعد از مدت بسیار کم دوباره صحت یاب شود؟ ای آیا با عقل انسان برابری میکنه؟ هیچ کدام عاقل ای گپ خود زد که همسران پادشاه در مدت ساعت‌های محدود عقیم شوند و بعد از ساعت‌های محدود پس دوباره صحت‌یاب شوند؟ این چی فهمیده میشد و چه رقم به کدام آله و به کدام لابراتوار نتیجهش یابیده شود؟ عقیم شدن زن را حتی یک دکتر حاذق یعنی دانا، دکتر متخصص در مدت کم با وسایل پیشرفته هم تشخیص داده نمیتواند.
در مدت کم خوب یک دکتری که متخصص در ولادی نسایی هم باشد با بسیار وسایل پیشرفته نمیتواند که عقیم بودن و نازا بودن یک زن را تشخیص بکند. از همه مهمتر سوال این است که آیا نویسندگان بایبل همان سخن قبلی خود را فراموش نمودند؟ سوال میگه در اینجاست که بایبل در یک جا یک قسم گپ میزنه در حالی که در قبلا باز به ضدش سخن رانده است و اینجا میگه که او سخن قبلی خود را فراموش کرده که گفته بود در وقت آمدن خداوند و دو فرشته. تو گفته بود که خداوند و دو فرشته همیشه اینطور گپ میزنه، یعنی معنایی که خداوند سه تاست، همون ثالث و ثلاثه که یکی از سه خدا یعنی خدا هست، سیومی از سه. با اون ترتیب جملاتش به این قسم است که تا عقیده تثلیث را ثابت بکند. در خیمه ابراهیم علیه السلام وقتی که آمدن، این متن بایبل است، زن او ساره آنقدر معمر و پیرزن شده بود که تم اولاد از او ختم گردیده بود که دیگه بالکل او مایوس بود از ای که او اولاد بکنه، حد یعنی آنقدر پیر شده بود، آنقدر پیرزال شده بود، حتی خداوند و فرشته ها به این سخن باور نمی توانستند. شما این جمله رو ببینین که در بایبل ذکر شده که خداوند و فرشته ها هم این باور نمی توانستند. یا تو فکر میکنه که خداوند هم مثل انسان است، خلاص فرشته ها مثل انسان است، در حالی که خداوند علیم و به ذات صدور است و او اعلم و دانا و دانای غیب و دانای شهاده است، عالم الغیب و شهاده است. حتی خداوند و فرشته ها به این سخن باور نمی توانستند که او در سال آینده صاحب اولاد شوند. این جمله بایبل هست و ادامه می ده: پادشاه مانند ابی ملک که تعداد زیاد زنان دیگر، خب این نقد علمای اسلامی است، پادشاه مانند ابی ملک که تعداد زیاد زنان دیگر نیز داشت و حتما آنها خیلی زیبا و جوان نیز بود، نقد کرده و سوال کردن علمای اسلامی چرا یک پیرزن را برای خود نکاح کنند؟ به کدام دلیل؟ یعنی همون تو در حالی که زنان جوان و کنیزای جوان و حتما صاحب جمال و همگی امورش برابر با یک پیرزن نکاح کنند و قرار نقل بایبل که پیرزن هم بیشتر از 90 سال عمر داشته و شوهرش ابراهیم علیه السلام یک سال کم از 100 یعنی 99 سال عمر داشته که خودش ذکر کرده، مطابق اظهارات بایبل در این زمان ابراهیم علیه السلام 99 ساله بوده و ساره بیش از 90 سال عمر داشت. خب کدام عقل این سخن را میپذیرد که یک چنان بادشاه مانند ابی ملک او را به زور برای خود نکاح کند که تعداد زیاد زنان دیگر نیز داشت، زنان جوان؟ بایبل وقتی که نوشته میکند دیگه هر عاقل میداند که سخنان ساخته و بافته بایبل است و این اصل ندارد که اونا اظهار میکند که این کتاب خدا است. حال قصه دیگر بایبل را میخوانیم و میبینیم که چی گفته و بعدا علمای اسلام در این مورد چه نظر دادن. نظر بایبل در مورد هاجر و ساره، البته ابراهیم علیه السلام دو زن داشت که یکی اسم یکیش هاجر و اسم دیگرش ساره بوده و مادر اسماعیل علیه السلام هاجر و مادر اسحاق علیه السلام ساره نام داشت.
بایبل بعد از این قصه به اساس می نویسد، بعد از که او قصه را قبلا خوانده می نویسد. چی می نویسد؟ خداوند با وعده های خود وفا نمود. خب این متن بایبل است، خداوند با وعده های خود وفا نمود. و ساره در همان زمان حامله گردید. ساره حامله گردید که خداوند تعیین کرده بود، که همون زمان را برای ساره تعیین کرده بود. و در پیری به ابراهیم پسر داد، و در حالی که ابراهیم علیه السلام پیر شده بود، یعنی پیرمرد شده بود، 99 ساله شده بود، به او پسر داد و نامش و او نامش را اسحاق یعنی خنده گذاشت. از نظر بایبل اسحاق به معنای خنده است. خب باز ادامه میدهد و در ضمن گفتار خود می نویسد که در روز هشتم او را ختنه کرد، یعنی ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام در روز هشتم ختنه کرد. در روز تولد اسحاق ابراهیم 99 ساله بود. این نظر بایبل است که ابراهیم 99 ساله بود. و ساره گفت، ساره چی گفت؟ گمان نمی کردم که من روز پسر ابراهیم را شیر خواهم داد. میره گمان نمی کردم که روز پسر ابراهیم علیه السلام را شیر بدم، مگر این است که من در پیری با او پسر تولد کردم. مگر این حال می بینید که من در پیری پسر تولد کردم. بایبل برخلاف تمام شواهد تاریخی، این نقد علمای اسلامی است، بایبل برخلاف تمام شواهد تاریخی در مورد ابراهیم علیه السلام به صورت یک تهمت ظالمانه می نویسد. او تهمت ظالمانه چیست؟ که ابراهیم علیه السلام همسر خود هاجر را بنابر امر ساره از خانه بیرون راند. شما متاسفانه برخی از علمای اسلامی هم در کتابهای خود این موضوع را میگه نوشته میکنند ضعیف است اسرائیلی ها، و این یک تهمت بسیار ظالمانه است که شخصیت پیغمبری مانند ابراهیم علیه السلام به امر یک همسر خود مثل که حال خود را خود پیروای بایبل همی کار میکنه، خیالش میاد که البته ابراهیم علیه السلام همی کار کرده. اونا چه میگن؟ که ابراهیم علیه السلام همسر خود هاجر را بنا به امر ساره از خانه بیرون را. ساره برش امر کرد که هاجر که انباق اوست را از خانه باید بیرون بکنه، و او در بئر شبع مسکن گزین شد، و هاجر در یک جایی که به نام از نظر بایبل البته که او در بئر یعنی در چایی که به نام شبع است اونجا جاگزین شد. ابراهیم علیه السلام او را از خانه بیرون کرد و او هم رفت در اونجا مسکن گزی شد و همونجا بود و باشه شروع کرد. خب باز چی میگه؟ یک روز ساره متوجه شد که پسر هاجر یعنی اسماعیل اسحاق را آزار میدهد. اسحاق چی میکنه؟ آزار میدهد. پس به ابراهیم گفت این کنیز و پسرش را از خانه بیرون کن. ساره به ابراهیم گفت که این کنیز یعنی هاجر کنیز و پسرش اسماعیل علیه السلام یردور از خانه بیرون کن، به خاطر اینکه اسماعیل در کنار پسر من اسحاق وارث دیگری برای تو بودن نمیتواند، به خاطر از اینکه اسماعیل که پسر تو است این وارث تو شده نمیتواند، چون وارث اصلی تو پسر ما که اسحاق است او وارث است، دیگه وارث به جز اسحاق دیگه کسی نمیتونه شده. این سخن ابراهیم را سخت آزار داد. این سخن اسلام را سخت آزار داد. این البته در بایبل ذکر شده، چون اسماعیل نیز پسر او بود، چون که اسماعیل هم پسر او بود. پس خداوند به او فرمود، خداوند به ابراهیم علیه السلام فرمود از نظر بایبل یعنی در مورد پسر و کنیزت فکر مکن. در مورد پسرت که اسماعیل نام دارد و کنیزت که هاجر نام دارد یعنی فکر مکن و تشویش نکن، تشویش را به خود را مده. هر قسم که ساره گفت همان کن، هر قسم که ساره برد هدایت میده همون قسم بکن. پس با این سخن ابراهیم صبح زود از خواب برخاست. به این سخنه که
به اصطلاح بایبل دعوا میکند که خدا برش گفت. ابراهیم علیه السلام از خواب زود برخاست و مشک پر از آب را در شانه های هاجر گذاشت. مشک البته فعلا مردم مالدار اکثرا مشک دارد که از پوست بز و از پوست جور میکنند و در او آب مندازند. در دشت ها و در جاها اکثرا از او استفاده میشد، امو رو مشک میگن. مشک پر از آب را در شانه های هاجر گذاشت و با پسرش او را از خانه بیرون کرد. خلاص، این قول بایبل است. هاجر در بیر شبع سرگردان میگشت. هاجر دیگه در مشک هم در سر شانه خود کرده و در چای که به نام شبع معروف است سرگردان میگشت. زمانی که آب مشک تمام شد و او را استعمال کردند و خوردند، پسر خود را در زیر بوته گذاشت. من پسر نوزاد خود را در زیر یک بوته که در اونجا رویده بود در منطقه شبع اونجا گذاشت و 100 گز دورتر نشست. شما ببینید که تا اندازه کرده و 100 گز دورتر نشست، یعنی 100 متر، البته گز از متر کده کمتر است، 1 متر 100 سانتی است و 1 گز 93 سانتی است. به هر حال 100 گز دور نشست و با خود گفت: نمی خواهم که مرگ پسرم را با چشمان خود ببینم. با خود گفت که من نمی خواهم که مرگ پسرم را با چشم سر خود ببینم، چون او حال می مرد که در زیر مو بوته از بین میره. و به صدای بلند شروع به گریه کردن نمود و به صدای بلند به گریه شروع کرد. در این زمان خداوند به گریه طفل متوجه شد و فرشته های این البته نظر بایبل است و فرشته های خداوند به هاجر ندا کردند: ای هاجر، چه کار شده؟ گریه مکن، چون خداوند فریاد طفل تو را شنیده. برو او را در آغوش خود بگیر. خب این قصه بایبل است دیگه. در حالی که از نظر اسلام که بعدا هم میخوانیم، ابراهیم علیه السلام به امر خداوند هاجر و اسماعیل علیه السلام را در واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، در بیت شریف و در مکه مکرمه گذاشت. بعدا خداوند چشمان هاجر را باز کرد و او در کنار خود چشمه ای را دید. باز میگه که این چشمان هاجر باز شد و یک چشمه ای را در کنار خود دید. مشک را از آن پر نمود، اما مشک که در پیشش بود از او آب پر کرد و با پسر خود آب داد و پسر خود آب داد تا سیراب شود. خداوند با اسماعیل بود. خب این یک جمله است که بایبل ذکر کرده. او در دشت فاران بزرگ شد، یعنی اسماعیل علیه السلام در دشت فاران بزرگ شد، از مکه مکرمه این کار میکنن، و مادرش با او یک دختر مصری را نکاح کرد. این نقل بایبل است. حال علمای اسلام در این مورد نقد کرده: در این داستان نکات چندی دیده می شود که خلاف حقیقت است و در مورد یک پیغمبر والا مقام و عالی مقام اتهام بزرگ و دروغین به شمار می آید. بایبل از یک سو می نویسد که در آن زمان اسماعیل چنان کوچک بود که مادرش او را در آغوش خود می گشتاند. از یک طرف می نویسد که اسماعیل آنقدر کوچک بود که مادرش او را در بغل خود می گشتاند و در آغوش خود در بغل خود می کرد. در سایه بوته او را می خواباند، یک بوته عادی در سایه از او را می خواباند. ولی از جانب دیگر می نویسد که ساره متوجه شد که اسماعیل اسحاق را آزار می دهد.
از دیگه طرف باز ببینید که اونجا شما خواندین که میگه که ساره متوجه شد که اسماعیل اسحاق را آزار میدهد، در حالی که بعدن بایبل میگه که اسماعیل آنقدر خود بود در زیر بوته او را انداخته بود و او از خود حرکتی نداشت. میپرسه ما یک طفل شیرخوار میتواند طفل دیگری را آنقدر آزار دهد که مادر صابری مانند سارا آن را تحمل نتواند؟ یه امکان دارد؟ و از ابراهیم علیه السلام بخواهد که او و مادرش را از خانه بیرون کنند. این آیا عقل قبول میکنند؟ تمام شواهد تاریخی گواهی این مطلب است که ابراهیم علیه السلام به حکم الله تعالی همسر خود هاجر رضی الله عنها و پسر خود اسماعیل علیه السلام را در وادی مکه عند بیت المحرم گذاشته است و در آنجا زیر پای اسماعیل چشمه به نام چشمه زمزم جاری گردیده است و از نسل اسماعیل علیه السلام قبیله بزرگی در آنجا ساخته شد. نه ابراهیم علیه السلام همسر خود را از خانه رانده، نه کسی در بیر شبه مسکن گزین گردیده است، همه دروغ. و نه آن چشمه در بیر شبه جاری شده است. اگر در بیر شبه جاری می شد، حالا حتما در جغرافیا و در همگی مردم را می دانست. در این مورد ادعای بایبل بی پایه و بی اساس است و با حقایق تاریخی مخالفت دارد. اگر این کار می شد، پس حالا مردم باید بجای چشمه زمزم و چشمه بیر شبه متوجه می شدند که هیچ جایشان معلوم نیست و از آن استفاده می کردن و به بیر شبه نیز مانند زمزم بدیده احترام می نگرستن. یه البته بدیده های احترام، بدیده احترام غلطی تایپیست که شما بازوره اصلاح کنید. درس ششم خود را سلسله دروس که در مورد مضمون مقارنت ادیان هست در اینجا خاتمه میبخشیم. امیدوار هستیم چیزی را مخته باشین، سوال باشد، پیشنهاد باشد، من به خدمت هستم و در آینده باز میبینیم که قرآن در مورد ابراهیم علیه السلام و این که اسماعیل علیه السلام را در کجا مسکن گزین ساخت چه می فرماید به تفصیل او را می خوانیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشید.